توی تدوین شاید بیشترین چیزی که به درد شما بخوره این منوی تریم باشه. البته نه خود این منو، بلکه دستورهایی که اینجا هست. بسیار 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 چیز خوبیه. به نظر من بزرگترین مزیت فاینال کات ایکس هست و بزرگترین لذت کار کردن باهاشه. خب بدون اینکه بخوام اغراق خیلی زیادی تو این زمینه کرده باشم، بد نیست توی کار ببینیم به چه دردی میخوره. به طور مثال شما هر جایی که بخواید میتونید با زدن کامند بی به معنای بلید کات بزنید اون چیزی که دارید رو. مثلا حالا من اگر اینجا بیام، فرض کنید شما چند تا چیزم روی هم داشته باشم، میتونم بیام روی یکی سی رو بزنم کامند بی و بلافاصله اینجا کات رو ببینم. دقیقا این همون چیزی که شما اینجا داشتید با بلید، ولی این دستورش هست دیگه، نیاز نیست بین ابزارها جا به جا بشید. برای اینکه بخواید یک کات روی تمام این کلیپ ها بزنید، همونطور که با هم توی درس قبل دیدیم شیفت بی بود، ببخشید با زدن بی بلید و بعد نگه داشتن شیفت، شما اینجا میتونید از کامند شیفت بی استفاده کنید. همونطور که میبینید خیلی شبیه دستور قبلی هست و همه چیزی که اینجا هست رو یک کات روشون میزنه. اما اگر خواستید حالا شما این کات ها رو ورداری چی؟ به طور مثال ما اینجا الان این وسط یه سری کات داریم که یه خط صاف و جدا دیده میشن. بعضی هاشون یه سری نقطه چین هستن. این نقطه چین ها به این معناست که این کلیپ در واقع یکیه و ادامه پیدا کرده و این کات هنوز یک کات مجازیه، یعنی عملا این کلیپ یکی است. اگر شما خواستید این کات رو وردارید، میتونید خود این کات رو انتخاب بکنید با یه تک کلیک و بک اسپیس رو بزنید، یا خود این کات رو انتخاب بکنید یا خود کلیپ رو اصلا انتخاب بکنید. این دو تا کلیپ رو انتخاب بکنید، بیاید اینجا توی تریم و جوین کلیپس. نکته جالب این که اگر شما این دو تا کلیپ رو انتخاب بکنید و بیاید توی تریم، جوین کلیپس دیگه کار نمیکنه. متاسفانه این عنوان فعلا فقط توی پرایمری استوری لاین انجام میشه. به طور مثال من اگر اینجا کامند بی رو بزنم و این اتفاق بیفته، شما الان میتونید بیاید و جوین کلیپ رو بزنید، ولی توی کانال های دیگه فعلا، توی ببخشید سطوح دیگه فعلا کار نمیکنه. خب من چند مرحله برمیگردم عقب. اما این یکی از مزایای این منوی تریم هست، یا تریم ببخشید. چند کوچیکترش بکنم. چیز دیگه که ما اینجا داریم بسیار 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 به درد میخوره تریم استارت یا تریم اند. به طور مثال شما میبینید که میخواید نقطه کاتتون به جای اینجا میخواید خیلی عقبتر باشه. میخوایم به طور مثال جایی باشه که پسر، جایی باشه که بازیگر ما سم این ور رو نگاه میکنه. خب به جای اینکه شما بیاین اینجا یک کات بزنیم، بدن یکی رو حذف کنیم، خیلی راحت با Alt و برکت راست تونید کار رو انجام بدید. بلا فاصله این کلیپ از انتها تریم میشه. خوبیش هم اینه که شما میتونید این کار رو هر جایی انجام بدید. مثلا اگه این یکی کلیپ فرض کنید، این کلیپ رو شما خواستید، میخواستید که از اینجا شروعش اینجا باشه، با Alt و برکت چپ میتونید این کار رو انجام بدید. دقیقا این دوتا دستوری که اینجا هست، Trim Start و Trim End، این توی کار بسیار 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 به درد میخوره. عنوان آخری هم که داره اینجا Trim to Playhead، یعنی به جای اینکه مثلا از ابتدا یا انتها این کار رو انجام بدی، تا جایی Trim کن که Playhead وجود داره. مثلا Playhead شما الان اینجاست، اگر شما Alt و این دکمه اسمش بک اسلش یا فورورد اسلش رو این رو ببخشید بک اسلش رو بزنی، به طور مثال شما اگر اینجا باشید و Alt رو بک اسلش رو بزنید، دیگه به اند و استارت کاری نداره، میاد اونجایی که این پلیهر هست رو تریم میکنه تا جایی که این هست. به طور مثال شما اگر خواستید حالا فرض کنید همه اینا رو تریم بکنید، میتونید بیاید اینجا اینو بزنید یا یکی و حالا همینطور الاخر. من راستش زیاد از این عنوان
استفاده نمی کنم چون یه مقدار عجیب غریب هست. بعضی وقتا همونطور که شما دیدید کاری انجام میده که زیاد قابل پیش بینی نیست، ولی این دوتا عنوان trimester و trim end بسیار 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 خوبن. واقعا من نمیتونم بگم چقدر توی کار میتونن کمک بکنن، مخصوصا اگر شما شورتکاتشون رو عوض بکنید و فقط برکت چپ و راست باشه. چون من نمیدونم حالا چه اصراریه که حتما alt و command و همه اینا با این دست رو همراه باشن، ولی شما اگر مثلا فرض کنید با یه دکمه بتونید این کار رو انجام بدید خیلی راحت تره. مثلا اینجا ما بخوایم این کلیپ رو trim بکنیم یا اینجا ابتداش رو بخوایم trim بکنیم. نکته خیلی مهم در مورد این ابزار trim end یا trim start این هستش که شما فرض کنید مثلا اینجا این میخواین این کلیپ رو trim endش بکنید، از اینجا بعدش رو حذف بکنید. من شورتکاتش رو میزنم، ولی همونطور که شما دیدین این کلیپ کوتاه شد. اما چرا این اتفاق میفته؟ این دایره کوچولویی که شما میبینید اینجا توی فاینال کات به شما میگه دستور شما روی کدوم کلیپ قرار اتفاق بیفته. اگر شما اینجا اوورلپ داشته باشید، 3-4 تا کلیپ داشته باشید، اونی که این دایره کوچولو روش هست اون شورت کات روش اعمال میشه. حالا من اگر بیام این رو انتخاب بکنم، طبیعتا اگر من الان trim end رو بزنم روی این اتفاق میفته، یا مثلا اگر اینجا روی یکی باشم و این رو بزنم روی این اتفاق میفته. ولی اینو حتما در نظر داشته باشید، باز اینجا به همین طور من اگر اینجا باشم trim start رو بزنم روی این اتفاق میفته، ولی اگر این بیلبیلک اینجا باشه این دایره کوچولو، به محض اینکه شما اینجا این رو بزنید باز همین اتفاق میفته. علتش هم اینه که این دایره اینجاست. شما حتما اگر میخواین این اتفاق روی این کلیپ بیفته حتما باید یا سی رو بزنید یا انتخابش بکنید تا این دستور درست عمل بکنه. در این حال شما دو تا دستور دیگه هم اینجا دارید، نادج لفت و نادج رایت. فوق العاده این دوتا هم به درد میخوره، بسیار 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 زیاد. من احتمالا شما دیدین که تو این درس خیلی خوشحالم و خیلی دارم تبلیغ میکنم برای این دستور، بخاطر اینکه واقعا توی کار حالا شما میبینین چقدر اینا به درد میخوره. به طور مثال شما اومدین اینجا میبینید که این فریم جاش مناسب نیست، میخواید ببرینش جلوتر. شما با انتخاب کردن این لبه و زدن این دوتا دکمه نقطه و کاما میتونید این فریم رو بهش اضافه بکنید و اصطلاحاً تریم بکنید رو به جلو یا تریم بکنید رو به عقب. به طور مثال الان من حالا اینجا رو انتخاب کردم، نقطه رو میزنم و حالا کات من میاد اینجا. اگر شما شیفت رو نگه دارید موقع انجام این کار میتونید 10 فریم 10 فریم کم یا زیاد بکنید. و حالا برای اینکه اون تیکه رو شما پریویوش رو ببینید، مثلا از اینجا تا اینجا رو ببینید برای اینکه کاتتون جاش مشخص بشه، حالا شاید اینجا خیلی راحت مشخص نباشه کات درست یا نیست، ولی خب حالا به طور مثال اینجا دکمه دقیقا بغل دستیشه، یعنی شما شیفت و فورورد سلش رو اگه بزنید، شیفت و فورورد سلش، پریویو اون یه تیکر رو به شما نشون میده. یعنی البته اینجا نیست دستور پریویوش، خیلی راحت شیفت و فورد سلش، حالا ما میتونیم کاتمون رو ببینیم. پس انتخاب این کات با نقطه و کامات جابجا کردنش و با فورد سلش و شیفت پریویوش. حالا جالب اینجاست که شما اگه کل این کلیپ رو انتخاب بکنید باز این نقطه و کاما باز همین کار رو انجام میدن، منتها دقیقا همون مثل دستور اسلیپ اند اسلایدی که توی خود فاینال کات 7 داشتیم، این کلیپ خودش ثابت میمونه، دیگه لبه هاش تریم نمیشن، کلیپ قبل و بعد تریم میشن. یعنی شما اگر اینجا این دوتا رو نگاه کنیم، من یه ذره بزرگترش هم بکنم، خود این رو انتخاب میکنم، نقطه و کاما،